سلام خدا با عرض سلام. امروز شنبه 18 سنبله سال 1399 خورشیدی که برابر می شود با 8 سپتامبر سال 2020 میلادی. در نخست سرخط چند خبر. 19 سال یاد شهادت احمد شاه مسعود. زیر آسمان کبود، زیر یک چتر با دشمن خود میخوایم با صلح زندگی کنیم. پافشاری طالبان بر رهایی زندانیان باقی مانده. زیقین دارم چی داکار جر تر جر کنیم. حمله طالبان بر بخشای از پنشیر و میدان وردک. واکنش ایران در برابر نشر کاریکاتور پیامبر اسلام در فرانسه. و افزایش حاصلات خرما در ولایت ننگرهار. از 19 سال یاد شهادت احمد شاه مسعود، قهرمان ملی و هفته شهید در کابل بزرگ داشت شد. امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور، در این مراسم گفت که در مذاکرات با طالبان خط فکری احمد شاه مسعود را دنبال خواهد کرد. آقای صالح همچنان میگوید که طالبان باید بدانند که صلح با این گروه گذشتن از ارزش‌های مردم افغانستان نیست. تجلیل از 19 سالیاد شهادت قهرمان ملی کشور. عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی برای یاد بود از احمد شاه مسعود پای منار مقاومت گل گذاشت. کمی دورتر از اینجا در خیمه لویجرگه مراسم رسمی برپا شده است، جایی که شمار از مقامهای بلندپایه حکومتی آنجا حضور یافتند و به بهانه تجلیل از افتخار شهید بر آغاز بدرنگ گفتگوهای میان افغانان تاکید کردند. زیر آسمان کبود، زیر یک چتر با دشمن خود میخوایم با صلح زندگی کنیم، ولی به هیچ صورت مفهوم گذشتن از ارزش های را که ما شخصیت های تاپناک را که عکسایشان را در اینجا میبینین و ده ها هزار جوان گمنام دیگه را که به خاطر از او قربانی دادیم، به خاطر کمرنگ ساختن آرمان های از اونا نیست. عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی که در این مراسم حضور یافته است بر پایان مخالفت ها تاکید دارد. آقای عبدالله میگوید که دشمنی با طالبان باید پایان یابد. ما دشمنی در داخل خانه خود با مردم خود نداریم و به همین نسبت است که میگیم صفحه دشمنی با طالبان بسته شود و خدا بخواهد راه صلح و راه گفتگو و زندگی با همی پیدا شود. در این مراسم بیشتر بر طبل مخالفت با امارات اسلامی کوبیده می شود. محمد کریم خلیلی میگوید نه برگشت به گذشته را میپذیرد و نه امارات اسلامی را. سال معنایش این نیست که ما به گذشته برگردیم. باری دیگر تاریکی، سیاهی، باری دیگر رو افغانستان، چه گذشته نزدیک، چه گذشته دور، با او گذشته ها برگردیم. به هیچ وجه ما به گذشته بر نخواهیم گشت. شمار دیگر از اشتراک کنندگان و مقام های پیشین تاکید دارند که از ارزش ها و آرمان های احمد شاه مسعود باید پاسداری شود. فکر و باور این قهرمان برای جهت‌دهی فکر و ذهن نسل امروز و فردای افغانستان به هدف نجات افغانستان از وضعیت دشوار کنونی لازمی است. او زمان تلاش میکرد که آبس حیات بود. شما میبینید که هیئت های به ترکمنستان و ازبکستان و به بسیار اوقات روان کردند که بیاین صلح کنیم به خاطر افغانستان. مقام های حکومت در حال بر پایان دشمنی با طالبان سخن میگویند که یک سو تلاش ها برای آغاز گفتگوهای میان افغانان بیشتر شده و از سوی دیگر طالبان بر بخش های از کشور عملاتشان را افزایش دادند. گزارشی بود از سمع جهش. دفتر سیاسی طالبان در قطر دلیل تأخیر در شورای مذاکرات میان افغانان را تکمیل نشدن روند رهایی زندانیان این گروه میداند. منابعی از میان طالبان میگویند نه تنها 6 زندانی بل حدود 100 زندانیشان هنوز در بند حکومت است. در همین حال زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، از بهر آغاز زود هنگام مذاکرات صلح با مولا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان و همچنان مولوی عبدالحکیم حقانی رئیس هیئت مذاکره کننده در دوحه دیدار کرده است. در این دیدار معاون نخست وزیر خارجه قطر نیز حضور داشته است. شاپور فرهمند.
در حالی که روز شمار برای مذاکرات میان افغانان آغاز شده است، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در پیام میگوید هنوز شماری از زندانیان این گروه در بند حکومت افغانستان هستند و تا هنگامی که این زندانیان رها نشوند مذاکرات صلح نیز آغاز نخواهد شد. منابع میگویند که به غیر از 6 زندانی طالب، حدود 100 زندانی این گروه هنوز در بند حکومت افغانستان است. در کابل، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که روند گفتگوهای میان افغانان به زودی آغاز خواهد شد. یقین دارم چه دکار جرتر جره کیدو. متاسفانه که ما هم شاهد هستیم که هم روز مذاکرات به تعویق میفته و همه مردم افغانستان به هاروزوی ازی هستند که به یک سال سرتاسری برسند، به یک سال با عزت برسند، سالی که جایگاه حقوق بشر، جایگاه زنها، جایگاه جوانها باید معلوم باشند. در این حال دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که روز گذشته زلمه خلیلزاد فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان با ملا برادر رئیس دفتر سیاسی و همچنان عبدالحکیم مقانی رئیس هیئت مذاکره کننده این گروه در حالی که معاون نخست وزیر خارجه قطر نیز حضور داشت از بهر آغاز زودهنگام مذاکرات و رهایی کامل زندانیان دیدار و گفتگو کرده است. غیر از حد دکتر صیب عبدالله و شاید وزیر خارجه ما باشه و یک کس دیگه هم رحیمی صاحب که پیش رئیس وزارت صلح بود عالی نماینده خاص رئیس جمهور از شورای مصالحه. فکر میکنم و هستن خود هیئت نیستن در مذاکرات امروز چیز از طرف دولت قطر دعوت هستن در مجلس عمومی افتتاحیه خواهد بودن. پیشتر حکومت افغانستان دلیل تأخیر در شروع مذاکرات را آماده نبودن طالبان به مذاکره دانسته است. به گروه های طالبان صدا می کنم که به ندای بر حق و خواست صلح طلبانه مردم افغانستان، اونایی که سوای جغرافیایشان، سوای زبانشان، سوای باورهای فکری و مذهبیشان تشنه صلح هستند، پاسخ مثبت بدن. از سوی هم رسانه های نزدیک به طالبان تصویر 6 زندانی طالب که در قتل سربازان فرانسه و استرالیا دست دارند و بر بنیاد توافق قرار است به قطر انتقال داده شوند را منتشر کرده است. در آستانه آغاز مذاکرات میان افغانان در قطر حملات طالبان در بخش‌هایی از کشور افزایش یافته است. طالبان صبح امروز بر ولسوالی آبشار پنجشیر حمله کردند و چندین نفر را گروگان گرفتند. مسئولان محلی میگویند طالبان پس از رسیدن نیروهای تازه نفس و بسیج مردمی از ساحه متواری شدند. گزارش. همزمان با تلاش‌های حکومت برای آغاز روند گفتگوهای میان افغانان در قطر، طالبان حملاتشان را بر بخش‌های از کشور افزایش داده است. در تازه‌ترین مورد این گروه بر ولسوالی آبشار پنجشیر که نسبتاً امن‌تر خوانده می‌شود حمله کردند و چندین تن را گروگان گرفتند. مسئولان محلی می‌گویند طالبان پس از رسیدن نیروهای تازه نفس و بسیج مردم از ساحه متواری شدند و در این میان یک طالب زخمی شده است. طالبان صبح امروز یک سلسله تحرکاتی را در منطقه قلاتهی ولسوالی آبشار پنجشیر داشتند که در اثر فشارهای نیروهای امنیتی و بسیج مردم محل مجبور به فرار از ساحه شدند. در سوی دیگر گزارش هایی از درگیری شدید میان نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی جلریز میدان وردک نیز به نشر رسیده است. در نوار تصویری که در صفحات اجتماعی دست به دست می شود، دیده می شود که جنگجویان طالبان بر مرکز این ولسوالی حمله کرده و چندین سرباز را کشتند. بازار ما تقریباً در روز می شه که مسدود است، نانبایا ماکم است، مردم نان ندارند. مردم پریشان هستند، 70% مردم مهاجر شده، فقط 30% مانده. مقام های محلی میدان وردک می گویند که وضعیت در ولسوالی جلریز در کنترل نیروهای افغان است و از چند روز به این سو عملیات پاکسازی بر ضد گروه طالبان در این محل جریان دارد. فرمانده پلیس میدان وردک ضمن سفرش به ولسوالی جلریز از پرسنل پسته های امنیتی و با بزرگان قومی نیز دیدار نمود. با سفر این فرمانده شجاع دشمنان قسم خورده وطن از ساحه متواری شده و پا به فرار گذاشتند. پیش از این اسدالله خالد وزیر دفاع در سفرش به ولایت لغمان گفته بود که هیچ بخش از کشور به دست طالبان سقوط نخواهد کرد. آقای خالد هشدار داده بود که در صورت ادامه خشونت ها از سوی طالبان این گروه را سرکوب خواهد کرد.
عقب دروازه های پایتخت چی میگذرد؟ شاپور فرهمند که به ولسوالی خاک جبار ولایت کابل رفته است، از زبان مردم محل میگوید که طالبان در این بخش پایتخت حضور گسترده دارند. باشندگان خاک جبار میگویند که سالهاست طالبان مانع حضور دختران به مکتب ها شدند و در حال حاضر هیچ دختر اجازه رفتن به مکتب را ندارد. در همین حال گروه طالبان شب گذشته از چندین بخش بر پاسگاه های نیروهای امنیتی در ولسوالی خاک جبار حمله کردند. در این درگیری دو جنگجوی طالبان جان باخته و حدود 5 تن دیگرشان زخمی شده است. گزارش. در روزهای اخیر رفتن به آن سوی دروازه های پایتخت خالی از خطر نیست. جاده‌ای که به ولسوالی خاک جبار می انجامد به گفته این سربازان گواه تحرکات طالبان است تا روز آرامی ندارند. میان دیکو جان میان جوان من میشنن و باز با می خاطر ما برای چک پین مکپن هم داریم. این افسر ارتش 30 سال می شود که به رخصتی نرفته است و اکنون هم باید تهدیدهای طالبان را از این مسیر دفع کند. اونا یکان وقت از ولسوالی سروبی می آیند اما دوامدار عمله نمی دارند بالای نیروهای نظامی ما. اینجا در ساختمان ولسوالی خاک جبار سربازان ارتش تازه از جنگ طالبان برگشتند. جنگی که این گروه شب یک شنبه از چندین بخش بر پاسگاه‌های این نیروها حمله کردند. این هم جسد یکی از جانباخته‌های طالب است که به بزرگان ولایت لوگر تسلیم داده شده است. دغه ور کم نه کم شو او بالاخره زیاد شو او موږ د دوی په مقابل کې ولاریو او د کابل خاریان هیڅ تشویش نه لري او دوی نه یو ولایت سکوت ورکوي شاته یو پوسیت هم سکوت نشي ورکولی. مرد کهنسال که از سیمایش خستگی جنگ هویداست میگوید طالبان سالهاست که مانع رفتن دختران به مکتب ها شدند. یعنی هیچ دختری در خاک جبار اجازه رفتن به مکتب را ندارد. خب بس میگه که دختران نگاه شریعت از خانه بیرون برآمدنش خوب نیست میگه. در این گزارش تلاش کردم تا با طالبان نیز گفتگو کنم اما جنگجویان این گروه گفتند که امروز با تهدید امنیتی روبرو هستند و نمیخواهند تا گفتگو داشته باشند. من دی لوگر دی محمد آقی از ولسوالی څخه دی نگرار دی سرک ولسوالی څخه کله کله متضرر کیږو. دښمن راځي له غو ساحو څخه دی موږ په بعضو پوستو باندې حمله کوي. محکمه شون فعال است د قریتیجین ولسوالی سروبی محکمه ولسوالی خوکجا پرتوج است. اینجا هم بخشی از کابل است، ولسوالی خاک جبار. تهدیدهای چند سال اخیر سبب شده تا بسیاری برنامه‌های بازسازی در اینجا متوقف باشه، از جمله اثرهای باستانی که هزاران سال تاریخ دارند از چشم دور بمانند و هیچ کاری درباره اونا انجام نشود. پیامد جنگ به خوبی در زندگی خرد و بزرگ این مردم دیده می‌شود، هرچند که دست یافتن به برق، ساخت بیمارستان‌ها، مکتب‌ها زیر کار است، اما استفاده از این همه وابسته به صلحی است که برای آن این روزها تلاش می‌شود. و در خارج از کشور ایران نشر کاریکاتور پیامبر اسلام از سوی یک مجله فرانسوی را گناه نابخشودنی خواند. آیت الله علی خامنه‌ای گفته است که گناه بزرگ نابخشودنی هفتنامه شارلی ابدو که در آن به شخصیت مقدس پیامبر اسلام اهانت شده است، یک بار دیگر خصومت و حسادت سازمان‌های سیاسی و فرهنگی غرب بر ضد اسلام و مسلمانان را برملا ساخت. رهبر مذهبی ایران همچنان خاموشی شمار از کشورهای اسلامی در این مورد را نیز محکوم کرده است. هفتنامه شارلی عبدو چند روز پیش یک کاریکاتور را نشر کرد که در آن به پیامبر اسلام توهین شده است. برای اولین بار هند با 400 میلیون و 200 هزار مبتلا در رتبه دوم بالاترین تعداد مبتلا به ویروس کرونا در جهان قرار گرفت و برزیل را پشت سر گذاشت. بالا رفتن آمار ابتلا به ویروس کرونا در بریتانیا و اسپانیا نیز به نگرانی ها از آغاز موج دوم در این کشورها دامن زده است. اسپانیا هم روز گذشته اولین کشور اروپایی شد که شمار مبتلایانش از 500,000 نفر گذشت. ادامه خبرها. محصولات خرما در ولایت ننگرهار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. مسئولان در شرکت زراعتی وادی میگویند قرار است امسال نزدیک به 7 تن خرما از کانال زراعتی ننگرهار جمع آوری شود. گزارش.
مسئولان در شرکت زراعتی وادی در ننگرهار میگویند قرار است امسال 7 تن خرما از کانال‌های زراعتی ننگرهار جمع‌آوری شود. به گفته این مسئولان سال گذشته از این کانال‌ها حدود 700 کیلو خرما جمع‌آوری شده بود که امسال به دلیل به ثمر رسیدن نهال‌های تازه و تلاش تیم کاری محصولات آنان افزایش یافته است. پاری که اولین حاصل یا پنځه قیمت د خرما 15,500 افغانۍ باندې دا خرچ شوی دی. زمونږ د اټکل لمخې دا به تقریبا تر شپږ ټنو پورې خرما وکړي. باشندگان و باغداران در ننگرهار به این باورند که در صورت توجه حکومت محصولات آنان چندین برابر افزایش خواهد یافت. باغداران از شهروندان و نهادهای دولتی می خواهند تا از این محصولات استفاده کنند. دغه باغ چې تاسو ګورئ او تاسو راغلی یې دغه ما اخیستی دی په 15,500 افغانۍ باندې. دغه پیسې اگر که مقصد یې لږ یا ډېر اقدام د وطن د مینې په خاطر باندې د وطن د شوق د ذوق په خاطر باندې ما اخیستی دی. زمونږ دغه د کانال رئیس صاحب او نور د دې اړین مسؤولین چې دي دغه بزګران ته یو څه په لاس ورکړي، دوی به نور هم ښه حاصل ترې واخلي. په آینده کې موږ پلان لرو چې دغه بوټي موږ دلته خپله نیال کړو، خپله تخمونه پیدا کړو، دلته تولید کړو، ترویج کړو، بالاخره باغونو ته انکشاف ورکړو. د خپله د خورما د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره دفتن څه نه لرو او په آینده کې پلان لرو په دې باندې. مسئولان شرکت زراعتی وادی میگویند قرار است سال آینده حدود 10,000 نهال خرما در 180 جریب زمین غرس شود. به گفته آنان در حال حاضر نهال‌های خرما از کشورهای عربی وارد می شود، اما تا چند سال دیگر این نهال‌ها در داخل کشور کشت خواهد شد. نرخ ارزها یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 50 پول، یک یورو 89 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 65 پول. 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه پاکستانی 457 افغانی و 1000 روپیه هندی 1040 افغانی. عبیدالله انوری از دنیای ورزش خواهد گفت. در سومین روز از آغاز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان شهر کابل سه دیدار برگزار شد. در مهمترین بازی تیم فوتبال بانوان باشگاه عدالت با حساب پرگل 4-0 ستاره‌های بنین را به زانو درآورد. در دیگر بازی‌ها جوانان کابل 2-0 اسد آشیانه گذشت و دیدار تیم‌های فوتبال بانوان استقلال و سنگر نیز با تساوی 1-1 پایان یافت. در ادامه این بازی‌ها کابل کلاب با استقلال و سنگر با شریف اسپورت دیدار می‌کند. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان شهر کابل با حضور 9 تیم به میزبانی میدان سبز برگزار شده است. رقابت‌های شطرنج زیر نام جام صلح میان دانش آموزان در دانشگاه کابل آغاز شد. 44 دانش آموز از دانشکده‌های مختلف دانشگاه شهر کابل در این مسابقات برابر هم رقابت می‌کنند. این رقابت‌ها به ابتکار دانش آموزان دانشگاه کابل به همکاری فدراسیون ملی شطرنج راه اندازی شده است. در یکی از بازی‌های مهم مرحله پایانی هشتم نهایی رقابت‌های تنیس آزاد آمریکا، دومینیک تیم برابر فلکس الیاسیم قرار گرفت و 3-0 پیروز شد. تنیسور اتریشی که پس از اخراج نواک جوکوویچ بخت اول قهرمانی برشمرده می‌شود، در ست نخست 7-6 پیروز شد و دو ست دیگر را با نتیجه مشابه 6-1 به سود خود پایان داد. در دیگر بازی حساس دانیل مدادف با نتیجه 3-0 حریف آمریکاییش فرانسیس تیافوهی را از پیش رو برداشت. در لیگ حرفه‌ای بسکتبال NBA آمریکا دو دیدار برگزار شد. در نخستین دیدار که از مرحله نیمه نهایی کنفرانس غرب برگزار شد، لاس آنجلس کلپرز با حساب 113-107 دنور را شکست داد تا 2-1 پیش بیفتد. اما در بازی دوم که از مرحله نیمه نهایی کنفرانس شرق پیگیری شد، بوستون با حساب 111-89 تورنتو را در هم کوبید تا در مجموع 3-2 از حریف پیش باشد. این مرحله نیز به صورت 4 پیروزی از 7 بازی پیگیری می شود. خامس رودیگرز، هافبک 29 ساله کلمبیایی از رئال مادرید، به ایورتون پیوست. این بازیکن کلمبیایی قرارداد 2 ساله با قابلیت تمدید برای سال سوم با باشگاه ایورتون به امضا رسانده است. گفته می شود هزینه این انتقال 20 میلیون پوند است. وضعیت هوا.
کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 17. هرات آفتابی بلندترین 32، پایین‌ترین 16. مزار شریف آفتابی بلندترین 30، پایین‌ترین 18. جلال آباد آفتابی بلندترین 37، پایین‌ترین 22. قندهار آفتابی بلندترین 34، پایین‌ترین 19. و در پایان غزنی آفتابی بلندترین 26، پایین‌ترین 11. ممنون از همراهیتان. شب نیک. خدا نگهدار. We'll be right back.